با سلام و درود و احترام ویژه خدمت دوستان، عزیزان، سرورانم و معلمان کشورم، اساتید دانشگاه و بزرگان علم و ادب. خدمت شما عرض کنم که واسه دوستانی که بعد از انقلاب به دنیا آمدن یا اواخر دهه 40 یا اوایل دهه 50 یا تو دهه 50 به دنیا آمدن، میخوام یک مروری بکنم وضعیت آموزش پرورش و معلم رو در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. دوستان، ما میدونیم که بعد از اتفاقاتی که افتاد، بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از که اومدن شاه اومد سر کار، شاه فقید، خب صرف سواد در سطح ایران خیلی پایین بود و اکثر کسایی که متولد دهه 30 هستند یا 20، اینا مکتب رفته هستند. بعد از مکتب کم کم مدارس را افتاد و مدارسی که را افتاد معلم کم بود، معلم نبود. به جرأت میشه گفتش که اکثر افرادی که دهه 40 درس خوندن معلماشون یا شیعه دایی بودند یا سیک بودند. اما فرقی که بود این بود که این کسایی که شیعه دایی بودند یا سیک بودند کتابای زیادی میخوندن، من جمله کلیدرمنه، حافظ، سعدی، مولانا و کتاب زیاد میخوندن و حفظ بودن. و این بود که بار علمی بچه ها شاید علوم تجربه بالا نبود، اما از ادبیات و فرهنگ خیلی خوب بودند. و بعد از سال 1348 به بعد که شاهنشاه سپاه دانش رو درست کرد و از اون دانشترهای مقدماتی درست کردن، بعد برای معلم ها اصیح گرفتن، معلم گرفتن، این اکثر معلم ها که رفتن دانشترها اسمش دقیقا حضور ندارم، با سیک می رفتن اونجا و درس می خوندن، همونجور دانشگاه افسری با سیک می رفتن، بعد اونجا می رفتن، همونجور دیپلم می گرفتن، اونجا افسر می شدن و دانشگاه افسری می رفتن. این هم باز شد و باعث شد که رشد استخدام معلم بره بالا، که جامعه رو از نظر معلم بی نیاز کنند، چون خیلی کم بود داشتیم. اما سپاه دانش کمک خیلی زیادی کرد. سپاه دانش کسایی بودند که دیپلم داشتند، این اون زمان دیپلم داشتن خودش یک واقعا پروسه خیلی بالایی بود. دیپلم اون موقع برابر با تقریبا میشه گفت فوق لیسانس الان بود. و سپاه دانش رفتن توی روستاها، تو دوتای روستا سپاه دانش رفتن، جای معلم کم بود. و وقت اون موقع مدارس اینا حالا نبود، کلاس اول، دوم، سوم تا ششم، تا ششم بود، ولی به اصطلاح چند پیچه بهش میگفتن و اینها به اصطلاح کلاس اول و سوم و پنجم با هم بودن، دوم و چهارمشون با هم بودن، به یک معلم سه تا کلاس رو درس داد. این کار خیلی سخت بود. خب از اوایل دهه 50 دیگه کم کم معلمایی که رفته بودن به اصطلاح دانشترها نفاق تصیح شدن و بعد استخدام آموز پرورش رفت بالا با حقوق و مزایای خیلی خوب. یعنی یادمه که اوایل سال 50، دهه 50، حقوق یک معلم و یک افسر یکی بود. مثلا 900 تومن 1100 تومن بود حقوقشون. و به معلم ها خیلی زود رسیدن، شروع کردن رسیدن. من یک مثال، یک خاطری یادم میاد براتون بگم. اینقدر معلم اجر و قرب داشت که تصورش برایشون مشکله. یعنی همه احترام میکردن. بعد بچه‌ها از معلم ها حساب میبردن. پدر مادر بچه‌ها از معلم ها حساب میبردن. چون میگفتن معلم آموزگاره، آموزنده است، خیلی قابل احترام بوده. وقتی ما بچه‌ها توشون بازی می‌کردیم، اگه معلم اون از دور میومد همه فرار می‌کردن تو اتاقمون، حتی معلم کلاس دیگه. یاد از آقای صاحب کار بکنم، خدا بیا مرزتش، از آقای محبلتی، از آقای کیومرسی و خیلی دیگه، حالا یادم بیاد میگم. آقای بودن تو مشهد به نام آقای حاج حسین، آقای ملک، از یکی از سرمداران بزرگ دنیا بودن ایشون. حاج ملک به تمام معلمینی که خونه تو مشهد نداشتن نفری 500 متر زمین داد. داد شما کشتن درست کردن و اسمش شد کوی فرهنگیان. بالاترین نیرویی که دولت داره، بعضی ها فکر کنن ارتشه، بعضی ها سپاس، نه. بعضی نیروی دولتی که دولت داره، قشر معلمین، دبیرها و اساتید دانشگاه هستند. اینا یک طیف خیلی سنگین رو تشکیل میده. و زمانی که معلمین اعتصاب کردن قبل از انقلاب و مدارس تعطیل کردن، حکومت شکست شده حس کرد. حالا
هر چی میخوام بگیم، نمیخوام به خاطر روز معلم بگم که کار بدی کردن کار خوبی کردن، خودشون میدونن دیگه، مشخصه کار خوبی کردن کار بدی کردن. اما چه اتفاقی افتاد؟ کاری که اینا کردن قبل از انقلاب و همراهی کردن و خلاصه اون شعارا رو که شما میدادن و الی آخر همون بلایی که سر حوانیز آوردن تا دست خمینی، گفتن باید معلم‌ها رو سخت‌تر از اونها، چون حوانیز کم بودن. خب ما می‌دونیم حوانیروز ارتش اینا همه نیروی زن داشتند، سریع اینا پاکسازی گرفتنشون دور، اما معلم ها رو نمی‌تونستن نیروی زن پاکسازی کنن. اما چنان نقشه‌ای واسه نکشیدن، چنان بلای سر اینا در آوردند بعد از انقلاب، آسمون بیرا حال گریه می‌کرد. اینها اومدن و نسق معلم ها رو از انقلاب کشیدند. اولا که همه رو چادری کردن، دوما حراستی گذاشتن سر اینها، گزینی سر اینا گذاشتن و بلای سر در آوردن که اینا از سایه خوش میترسیدن. چون اگه این کار نمیکردن و معلم ها اون اقتدار قبل از انقلابشون داشتن، اون استقلالشون داشتن و اون روحیه رو میداشتن، قطعا حکومت خیلی سر زیر ثابت میشد. اما اومدن و معلم ها رو خیلی ها رو اخراج کردن، خیلی ها رو زندان کردن، خیلی ها اتهامات بوراک بهش زدن. مثلا یک معلم با یک از شاگرداش دبیر صحبت کرد، بوراکی بود، اینا میگرفتن به خاطر جب روب و وحشت با کشور ایجاد بکنن که کردن. خیلی آرام قلقم تره، خیلی آرام اعدام کردن. یک آدم کم سواد بی سواد میداشتن در رأس و این فقط ریش رو میخواد و سر پایین دمپایی و لباس رو و اینا رو که میدید کافی بود یک خانم معلمی توی چیز بخنده یه آقای جور بکنه، بلا فاصله اینو سه ما چهار ما تحریقش میگدن و الاخر پده اینا رو در بودن. یعنی بلایی که سر جامعه معلمین کشور، اساتید دانشگاه، دبیرها بعد از انقلاب در 3-4 سال اول آوردن، در هیچ کشور نیوردن. به جهت خدمت رو عرض میکنم. ببینید شما معلم هستید، شما دبیر هستید، شما استاد دانشگاه هستید، یه جامعه رو شما میسازید، نسل بعدی و بعدی رو شما ها میسازید. و معلم وقتی میاد سر کلاس و در تمام دنیا اینطور هست، معلم یعنی اقتدار، آزادگی، عدم وابستگی و اینها رو به شاگرداش منتقل میکنه. خیلی مهمه. معلم یعنی آرامش، معلم یعنی علم، معلم یعنی آینده و معلم بعد از پدر مادر تنها کسیست که اگر دانش آموزی رو، شاگردی رو نصیحت میکنه، توش هدفی نهفته نیست. پس اینها رو معلم به دانش آموزش از اون ابتدا شروع میکنه انتقال دادن تا بالا. معلم هرگز مالی نیست، معلم حالی هست، حال خوب میده به بچه ها، حال خوب میده به جامعه. اما بعد از انقلاب اینا اینو نمیخواستن، هرچند دوده چیزی خودشون میره، این نسل ده 70 و 80 اینا روزگاری از این روحانی و روحانیت سیاه بکنن، روزی برسه که کسی جرأت نکنه ریش بذاره، کسی جرأت نکنه حجاب داشته باشه، تمام مساجد رو با خاکی که بکنن و کسی بخواد نماز بخونه از ترس بچه های خودش، نوای خودش توی زیرزمین نماز بخونه. چون این نتیجه دستاورد خودتون هست، از اون وری افتاده، چون فکر کردید با این بد بگیر و ببندها در مورد معلمین که معلمین رو تحقیر کنید، خار کنید، زار کنید، خب این همین رو منتقل میکنه به شاگردا. معلم بازنشستش میره، اما اون شاگرد تو جامعه مونده، تو اشتها مونده. هرچند که این چند سال اخیر خوشبختانه معلمین مسائل سیاسی رو به بچه ها توضیح میدن، مسائل اجتماعی توضیح میدن، سوالی میکنن، شاید بعضیا با این برابر بعضی جواب میدن. معلم یعنی اعتماد به نفس، معلم یعنی بی نیاز. و اینا آمده اعتماد به معلمین رو گرفتند و معلمین رو نیازمند کردند. با حقوق بخور و نمیر و نه فقط نیاز مالی، حتی از نظر نیازهای اجتماعی هم اینا نیازمند کردند. جوری شد که هر کس از هر جا میموند میگو باید معلم باشه، معلم که بیتونی بشی دیگه. توجه کردید؟
با اینکه شأن معلم بالاترین شأنه، چون اون پزشک، اون دکتر، اون مهندس، اون طراح، اون هر کسی که هست از مدرسه شروع میشه، از دبستان شروع میشه، دبیرستان میاد، میاد دانشگاه، از اونجا بیس دست اونه، بارو شونه های معلم هاست. وقتی تو اینو بیایی به این روز بندازی، اعتماد نفسشو بگیری، جامعه رو گرفتی، بعد آوار شو سر خودتون. آینده مال شماست، حقتونم هست. 30 سال 37 سال به شما ذلت و خفت دادن، خارتون کردند، حالا وقت خار شدنشونه، چون شما این کوه میمونید. خلاصه هرچی باشه کوه هستید. کاسه طلا رو خوردش بکنن، جنسش طلاست، جنس شما طلاست. اینا آشکار هستند. خدمت شما هستم. اما تمام کارهایی که معلمین، مربی ها، اساتید میکنند، یک چیز رو میخوان در جامعه ایجاد بکنند. هیچ جامعه ای متحول نمیشه، رشد نمیکنه، ترقی نمیکنه، مگر اینکه انگیزه درشون ایجاد بشه. و معلمین سرمنشه انگیزه هستند، میتونن انگیزه ایجاد کنند. هیچ کس غیر از اون نمیتونه. از اون برم بچه ها رو معلم ها طلبکار کردند. معلم بدهکار بود، زندگیش تأمین نمیشد، کلاس خصوصی میذاشت و اومدن آلوده کردن. معلمی که باید بی نیاز مالی باشه، معلمی که باید به همه بده، دست چلو همه دراز شد. معلم ها به گدایی افتاده کشور، از شاگرد گدایی کلاس درس میکرد و به اطلاعی تقویتی. خب میشه من که همین زندان ها پر میشه، خلاف زیاد میشه، دوزی زیاد میشه، سرقت میشه، آدم کشی میشه، جنایت میشه، چون آموزش نهیده. آموزش هنوز پرایش هم هست. وقتی معلم گدایی شاگردش بشه دیگه تموم شده است. پدر مادر معلم بخوام بعد معلمشون بخرن، همینه. چیشه به ریشه ای زده پوستش ناپیدا. و من مطمئنم قشقی که بلند میشه و باز حکومت نابود میبینه به زودی زود بازم معلم ها هستن، چون واقعا در از طول تاریخ ایران من تحقیل شدن، اذیت شدن. مگه میشه یک معلم بره سر باش برای مشکلات، برای اجاره خونه داره، مشکلات داشته باشه، مسئله داشته، مسئله داشته باشه، مگه میتونه این درس بده؟ نمیتونه. والله بالله بدی در ایران نمیتونه. کردم دیدم میتونه. معلم اشتغال نیست. عاشقی نمیتونید کاری بکنید. دوست دارید این کار، عاشقی کار است. اون کلیسا سری ول میکنند، میرن سر تو کار دیگه میکنند. یا معلمی که معلمی میکنه اصلا مسافرچی میکنه. این چه شخصیتی درش میمونه منتقل بکنه؟ معلم باید هفته 24 ساعت تدریس کنه، وقتی مطالعه داشته باشه، وقتی تفریح داشته باشه، حساب بانکش پر باشه، تا با اعتماد به نفس محکم بیاد بشه با اشاش صحبت بکنه. ولی کدوم معلم؟ الان اکثر معلم ها رو کاری کردند که به همون شاگرد خوش کلاس خصوصی درس بده، ساعت اینقدر بگیره، وقت بچه برو حاکم میشه، بچه برو حاکم میشه، اون میشه شاگرد اون معلم، شاگرد شاگرد خودش. کلاس کنکور هم که میبینید، پایان نامه ها هم که میبینید، همه رو آمده یک کاری کرده که بتونن فرهنگ این کشور رو بیارن به اونجایی که نباید برسونن. خوشبختانه کتابخونه که کم کردن، اما خوشبختانه فضای مجازی اون دوستانی که هستن تو این کار مطلب میزنن، مکتب میزنن، کاری میکنن، اینها اون کمبود و تشنگی این نسل رو داره برطرف میکنه. مخصوصا 7-8 سال اخیر اصلا اینطور نمیکنه. گوهر گوهره، قدر گوهرم گوهری میدونه، قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری اونه که باید بدونن میدونن. معلم عزیز، آینده مال شماست، در اسمار بچه های ماست، توسط شما. ایام بکام، روزگار خوش.